مثلا فرزند آقای نعمت میرزازاده آذر وقتی که از بال ساختمون افتاد کشته شد و اینجا تو پاریس، من رفتم جلو وایستادم و مسیر تظاهرات پلیس نمیخواست بذاره، من درست کردم، حالا کار نداریم، کار زیاد، ولی وایستادیم جلو اینا. ولی میخوام اینو بگم، اونجا به من میگفتن بابا تو کی هستی، از کجا اومدی؟ گفتم چطور؟ گفت اینجا هموطنان تو برای که پناهندگی بگیرن میان اطلاعات دروغ به ما میدن، ما رو زنگ میزنن، قهوه هم به ما میدن، خاویار هم برای ما میارن، چای میارن که اطلاع دروغ به ما بدن، فرش برای ما میارن. تو گفتم ما اینطوری بزرگ نشدیم، ما اینطور بزرگ نشدیم، وطن فروش دروغگو. مثل که الان توی سالهای اخیر که 70-80 نه 700-800 هزار تا پناهنده ریختن تو غرب با نام سبزی ها و مبزی ها و اینا که الان اینا هم دارن کار میکنن، زمان مورا اینا رو دست گرفتن. یه عده از اینا رو آقا پناهندگی میخواست بگیره، اینا گفت من هم چیزم لوات ده هستم. بعد هم آوردن بیرون تو گرفتنش تو خیابون، اینا گفت آقا تو که گفتی لوات داری، بیا به ما هم لوات بده. لوات هم داد. برای شما بعضی رو میبینین حالت لوات دادن دارن بعدا خوب شدن میبینید و میشناسید، اینا پناهندگی گرفتن به یه خاطر گرفتن. تا این حد انسان بیاد خودشو تحقیر بکنه، خانم مهناز افشاری که تو بیای گردنبند طلایی یا نمیدونم زمرد هر کوفتی که هست. بندازی به گردنت گردنبندی رو که دشمن داده. البته بدبختی مال خود ماست، مهناز افشار ایرانیه متاسفانه. من یادم میاد اون سالهایی که این اعراب، میدونید که توی حج هر سال به مردم حجاج تجاوز میشه، هر سال دختره خوشگل رو میدوزدن میبرن بهشون تجاوز کنن، بچه خوشگل رو میدوزدن. بعد اینا نمیگن به شما، آماری هست که منتشر شده، برید دنبال کنید، خود جمهوری اسلامی آماری در آورده که هر سال به تعدادی از حجاج ایرانی که میرن اونجا کشتن، تجاوز، زن و مرد و بچه ها. یک بار یکی دو تا از این بچه ها که بهشون تجاوز کرده بودن یکیشون اومد گفت، همیشه تجاوز بوده. حالا چند سال پیش بود که وقتی من این تجاوز شنیدم، یه پیر زنی هم اینجا بود تو همین پاریس، گفتم آره اینا میبرن علنگوی طلا میدن به اینا و به اینا تجاوز میکنن و اینا، یو یزدان گواهه و اهورامزدا سوگند عین واقعیت. یو گفت ما آقای اوستا ما که هر سال رفتیم یه علنگو ندیدیم که. گفتم خانم شما پیر و پاتال میخواست بره علنگو بده، حال یعنی حاضر بوده. بعد گفت نه یک سال دیگه با دخترم ورداشتم 16 سالش بود رفتم اونجا. بعد تا رفتم اونجا این مسئول کارمان ما گفت خانه حاج خانم این دخترت نبری تو بازار میدوزنش ها. گفت چرا گاره نبری تو بازار میدوزنش؟ گفت باش رفتم تو بازار، همه جور همه میومدن به زوی ما، حتی یکیشون بخواست در بکشه پایین. یارو افتخار میکنی که در رو میخواستم بکشم پایین. خب ما بدبختی مال ماست، همش استعمار و دشمن و ما هم بدبختیم. بخشیمون بخش اندکی که اهریمن زده شد. اینایی که مکه رفتن میدونن متاسفانه برخوردشون با ماها خیلی خصمانه و بده، با تون دستشونه. تا میفهمن ایرانی هستیم، مثلا به خاطر اینکه مثلا نظم و اومدن حفظ کنن. استاد عبدی میشه خواهش کنم به خاطر عید قدیر خان بزرگی کنی، چون این حادثه اینقدر کم انگیز شما به پردازی. من یه خاطره خنددار اتفاقا میخوام از مکه بگم. خب قدرتون بشم. من به اتفاق مادرم، دخترم المیرا حدود 11 سالش بود و خانومم مشرف شدیم مکه سال 78. بله آقا، همه داشتیم میرفتیم که بریم اعمال انجام بدیم، یهو من و المیرا دیدیم یه تلویزیون فروشی تو خیابون داره راز وقا نشون میده. از این تلویزیون LCD بزرگا، اون صحنه ای هم بود که سوسماره میاد گوزنه رو میکشه تو آب، کروکودیلی گوزنه رو میکشه تو. ما ولو شدیم، من با حوله، المیرا با چادر سفید، تو پیاده رو ولو شدیم راز وقا نگاه میکردیم. رئیس کاروانمون دنبال ما میگشت، ما رو پیدا کرد و گفت آقا کجایی؟ همه منتظرم، بیا بریم. و اومدیم بریم، رفت یه طلا فروش بغل همین تلویزیونه، من وایسم یه خورده بهتره آقا سید، چش تا
طلا فروشه یه پسر بریخت دراز داشت، صورت از این صورت کبیری ها، چوشای سرزرد چرک عرب دیگه، عربی حرف زد با رئیس کاروان، گفت جریان چیه کیه؟ گفت این اکبر عبدی هنرپیشه مثلا گنده ایران، کمدین ایران، این گفت اون خانم، گفت اونم دخترشه. چشش دختر ما رو گرفت، یهو برگشت گفت اگر دخترش مثلا بذاره اینجا من هم وزنش طلا میدم برای پسر من. خواستگاری کرد؟ آره. گفتم به خودش بگو من هم وزن خودش و پسرش میرینم. ملت ایرانی نیست، ولی کافیست که یک درصد کوچک مهناز افشار بشه که وطنش بپوشه، یه ده دیگه تجزیه طلب بشن به خاطر چندل قاز دلار و یک ماشین خوب و یک خونه خوب توی خارج از کشور، برن وطن فروشی بکنن و برن روی تجزیه ایران افتخار بکنن، صحبت کنن. نمیدونن که همه اینها ترتیبشون داده هست. یعنی شما همه تونو به زودی ترتیبتونو میدن، همونایی که ازشون پول گرفتین همونا ترتیب شما رو میدن. صدام حسین به هر کسی پول داده بود، بعد بعدن اینا جور کشیدن کنار، خود صدام حسین رو هم فرستاد اینا رو کشتن چون کاری نکرده بودن. خود اینها بعضی وقتا میان میکشن. آقا تمام قتلایی که تو اروپا صورت گرفت چطور امنیت فلان نبود که یکی از اینا رو بگیرن محاکمه کنن؟ چون اینا خودشون وقتی میخوان قراردادایشون رو امضا بکنن، میلیاردها دلار پول هست، جان هیچ کس برای اینا ارزش نداره. حالا تازیانی که به شما دارن پول میدن، فقط فردا اینها بشینن پای میز مذاکرات، الان ننشستن، چون هنوز که هنوز اینا فکر میکنن که این رو اون کشته این رو اون کشتن، تو جنگ و دعوا و درگیری هستن، شرط گذاشتن ایران اونا شرط گذاشته بودن که قاسم سلیمانی رو بکشن چه بشه، اینا هم شرط گذاشتن که این محمد بن سلمان رو بردارن، این شرطه که اینا با هم مذاکره بکنن. وسط اینها هم یادتون نره امریکا و جای دیگه اینا بیزنسمنن، هم به پول میگیرن کار میکنن. همه تو پولی بیشتر بده به نفت کار میکنن، او حزب برای تو کار میکنه، این حزب برای تو. اسماعیل قاآنی شیرازی مشهدی، قبلا بهتون گفتم ایشون بچه مشهده، ولی پدر بزرگش حبیب الله میرزا حبیب الله شیرازی یک منجم و شاعر و اینا بود که از شیراز مهاجرت میکنه به استان خراسان، بجنورد بوده و بعد میاد مشهد که بود. همین اسماعیل قاآنی آدم مرموز، بهش گفتن مارمولک. فیلم مارمولک رو دیدیم؟ من فکر میکردم این مارمولک رو این کارگردانش بیشتر روی این ساخته تا آخونده و اینا، چون این یکی از چهرهای قوی اطلاعاتی، خیلی قوی تر از حسن روحانی. حسن روحانی چهره اطلاعاتی سیستم جمهوریت بود و باند رفسنجانی و اینا، این چهره اطلاعاتی سپاه قدس و فلان اینا، خیلی از این نظرها مرموز، به گونه ای که حتی این در اسرائیل نفوذ کرده بود و جاسوس داشته بود داره و در جای دیگه، و خیلی هم هیچ کس هم عکسش ندیده بود، یکی دو جا اسمش هم نشنیده بود، بایی که معاون اون بود، جانشین او بود. حالا این اومده بعضی وقتا چو یارو رو ور میداره، برای همینی که اسرائیل بارها میخواست یاسر عرفات بکش، نکش، سعی کرد درش نفوذ بده کن، چون میگه اگر بکشیم نکنه یکی بهت بدتر از اون باشه، حواستون هست شد؟ خب این اواخر خیلی پایگاه اینا رو که میزدن، خیلی درگیری هایی که میشد، این سردارشون رو که کشتن که جواب نمیداد، که ساکت بود، هیچ کدوم رو جواب نداد، برام بود که آقا یوسف کوهن گفت ما نمیخوایم اینو بکشیم. خب حالا اینکه تازه اومده، این یک نمونه کوچکی است از سرویس اطلاعاتی اسرائیل، جدید، مدرن، تکنولوژی، شکوه و عظمت رو ببینید. این که خود باید نشون بده، شما خواهید دید.